سلام، مثل همیشه باید ازتون بخوام که اگر ساعت صفر رو از قسمت اول گوش نکردید، لطفاً همین الان برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید. چرا که ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه. اما دوستانی که ساعت صفر رو از طریق کست باکس میشنون حتما در جریان هستن که به دلیل مشکل فنی که داشتیم آدرس کانال ما در کست باکس آپدیت شد. پس یادتون نره که آدرس جدید ما رو سابسکرایب کنید. متاسفانه ما نتونستیم کامنت ها رو از صفحه قبلی منتقل کنیم. پس اگه هر نظر، پیشبینی، پیشنهاد و یا انتقادی داشتی در صفحه جدید حتما برای ما کامنت بذارید. تک تک کامنت های شما دوستان برای ما خیلی انرژی بخش و دلگرم کننده است. متشکرم. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. قسمت ششم. پای تلفن اون شب هر چی گفتم الو الو صدا نمیاد کسی توجه نمیکرد. مطمئن نبودم که از پشت تلفن و اون همه صدای نویز و خشخش درست متوجه شده باشم. اولش به نظرم اومد که شاید یه شوخی مسخره است یا حتی یه صدای ضبط شده که از پشت تلفن کسی برام پخش کرده. طبیعتاً یکم ترسیدم. دوباره دلهره اومد سراغم. ولی بیشتر که فکر کردم دیدم دلیلی واسه ترس وجود نداره. مدام به خودم یادآوری میکردم که تو دنیای ما جن و پری زندگی نمیکنن. چقدر ساده بودم. شاید اگه هر کسی دیگه ای بود بعد از اون تلفن مرموز دومشو میذاشت رو کولش از خونه فرار میکرد. اما هنوز نمیدونم اون شب چرا من توجهی به اون تلفن نکردم. شاید به خاطر این بود که تمرکز کرده بودم رو اون نوارا. یه جورایی باور کرده بودم فهمیدن قصه این پسره کمک میکنه بدونم تو این وامونده چه خبره. خلاصه که عزمم رو جذب کرده بودم تحتوی ماجرای این بچه ها رو در بیارم. یه کاغذ از روی میز ورداشتم و سعی کردم هر چی تا اون موقع فهمیده بودم روی کاغذ بیارم. خب اون موقع یه حدسایی هم زدم. مثلا اینکه احتمالاً این عکس و این صدای روی نوار مربوط به بچگی اردوان باشه. چون یادمه توی کافه وقتی که میخواست کلیدو به هم بده خیلی با نگرانی درباره بهیموت صحبت میکرد. از اونجایی هم که بهیموت صدای روی نوار رو شناخت اینطور به ذهنم رسید که از بچگی اردوان با این گربه بزرگ شده و با هم صمیمین. میخواستم برم سراغ نوار بعدی که یا از خودم پرسیدم مگه یه گربه چند سال عمر میکنه؟ امکان نداره از 30 سال پیش تا الان زنده باشه. مگه اینکه یه لحظه برگشتم این ورانور رو نگاه کردم و دنبال بهیموت گشتم. بازم غیبش زده لعنتی. تازگی ها خیلی موجود ترسناکی شده، مخصوصا از اون شب. روی کاغذی که یادداشت کرده بودم دور اسم بهیموت رو خط کشیدم. برای چند لحظه حس کاراگاه بودم به هم دست داده بود. نوار دومو گذاشتم. امروز 13 آبان 1365. چند روزی که برام اتفاقای عجیبی میفته و میترسم برای کسی تعریف بکنم. یعنی میترسم مسخره‌ام بکنن یا فکر بکنم به خاطر گم شدن باباست که دیوونه شدم. بیشتر از همه نگران مامانم هستم. از بس که همش داره گریه میکنه. بعدم میاد کسی جلوم گریه بکنه. فقط دارم اینو ضبط میکنم تا بعدن یادم نره، چون هنوز خودم نفهمیدم چی شده. از وقتی بابا گم شده من و مامان کلی اذیت شدیم. ولی مطمئنم که برمیگرده. میدونم که یه روز خودش پیدا میشه. اینو چند روز به مامان میگم ولی باور نمیکنه. اما من میدونم که بابا برمیگرده. امیدوارم که برگرده. پریروز بعد از مدرسه که اومدم خونه، اومدم تو اتاقم که کارهای مدرسه رو بکنم و یکم درس بخونم. بعد مامان اومد توی اتاقو شروع کرد به حرف زدن. اولش درست نمیفهمیدم چی داره میگه. انگار خیلی خجالت میکشید. یه جورایی صورتش قرمز شده بود. آخرش منظورش رو فهمیدم. دوست مامان داره دنبال کسی میگرده که کارهای روزمره باباشو انجام بده و میخوان به خاطر این یکم حقوقم پرداخت بکنن. من نمیدونم چرا مامان با بغض و خجالت اینا رو به من میگفت. کلی خوشحال شدم. یه مقدار کار میکنم و کلی هم پول در میارم. آدرس اونجا رو از مامان گرفتم و فردش قرار شد بعد از مدرسه برم خونه پیرمرده. خونهشون پلاک 60 توی کوچه بنبست توی خیابون ایتالیا. پلاک 60؟ این خونه که پلاکش 58ه. چه ربطی به پلاک 60 داره؟ دیروز به
احسان گفتم تا حالا شده از همه چیز بدت بیاد؟ اون روزم همینطور بودم، از همه چی بدم میومد، همه چی دلهره‌آور بود. اصلا نمیدونستم وقتی رسیدم باید چجوری خودم معرفی کنم. رسیدم دم خونه، خواستم در بزنم، دیدم در بازه ولی کسی پشت در نبود. یکی دوباره از پشت در صدا زدم ولی انگار کسی صدامو نمیشنوه. چند دقیقه همونطور وایسادم و در زدم، صبحونه رو صدا کردم. خسته شدم از بس وایسادم، در رو آروم هل دادم و خواستم توی حیاط رو ببینم. نگاه کردم دیدم یه سری لکه های قرمز مثل خون تازه روی زمین ریخته. مسیر لکه ها رو از دم در با چشم دنبال کردم و دیدم رسیده به حیاط. اولش که ترسیدم، حتی تصمیم گرفتم سرم بندازم پایین در خونه رو ببندم و برگردم، ولی یهو به این فکر کردم که اگه اتفاقی افتاده باشه بعد میتونن همه چی رو بندازن گردن من. خیلی پاورچین پاورچین اومدم توی حیاط، لکه ها رو دنبال کردم. مطمئن بودم لکه های خونه. همینطوری که وسط حیاط وایساده بودم با صدای بلند چند بار گفتم آقا آقا، که احساس کردم از پشتی که به هم زل زده. تا خواستم برگردم ببینم چیه، یه چیز سیاه و دم دراز وسط پاها مثل برق رد شد. دیدم یه گربه سیاه پرید روی دیوار همسایه، با چشاش زل زده بود به چشام و دمش رو داشت روی هوا تکون میداد. تو زندگیم همچین گربه قشنگی ندیده بودم. وقتی برای اولین بار از یه گربه سیاه حرف زد، به این فکر کردم که شاید داره درباره بهیموت حرف میزنه. اما بلافاصله یادم افتاد که خودم به این نتیجه رسیدم امکان نداره یه گربه 30 سال زنده بمونه. نگرانیم بیشتر شده بود، نگران این که اتفاقی افتاده باشه. چه میدونم یه دوزی چیزی اومده باشه توی خونه. آروم آروم رفتم توی خونه رو نگاه کردم، تقریبا هیچ صدایی نمیومد. رد خون همینجوری از روی زمین رفته بود به سمت آشپزخونه. رفتم توی آشپزخونه، بوی گند میومد. یه عالمه ظرف کثیف همینطوری روی هم تلمبار شده بود. یه سطل آشغالم وسط آشپزخونه بود که توش پر از مشمع سیاه خونی بود. روی میز یه مشمع بزرگ مشکی بود که ازش دش خونابه میچکید. رفتم جلو در مشمع رو باز کردم، دیدم یه تیکه گوشت بزرگ توشه. نمیدونم چرا فکر کردم شبیه یه گوشت آدمیزاده، شبیه یه دست یا پا. ترسیدم، سعی کردم فرار کنم که یکی دستامو گرفت. یک کم که گذشت این برانوار خونه رو بهم نشون داد و گفتش که خوب موقعی رسیدی، این مردی که رفته شکار و گوشت آورده، پلاستیکش هم سوراخه، به خاطر همین کل خونه رو کثافت برداشته. بعد بهم چند تا دستمال داد و گفت شروع کن به تمیز کردن. بهم گفت این به بعد منو سرهنگ صدا کن، از گفتن آقا آقا خوشم نمیاد. کارم که اونجا تموم شد تصمیم گرفتم برم توی حیاط رو تمیز کنم. سرهنگ بهم گفت اون آشغال گوشتا رو ببر سر کوچه بریز واسه گربه ها. با خودم فکر کردم یک کمیش هم بذارم برای اون گربه سیاهه. آروم رفتم نزدیک همون دیواری که پریده بود روش، صداش کردم، دیدم نیستش. یه تیکه براش انداختم روی دیوار، بعد دیدم صدای ناله کردن گربه میاد. دلم خواست از روی دیوار یه سرکی بکشم ببینم حالش چطوره. توی همین فکر بودم که صدای گربه یهوی قطع شد. به خودم گفتم نکنه گربه داره میمیره. خودم از روی دیوار کشیدم بالا و یواشکی خونه همسایه رو یه نگاهی انداختم. گربه رو دیدم که جلوی در خونه نشسته و ناله میکنه. یه تیکه گوش براش پرت کردم. حالا دیگه شک نداشتم که گربه‌ای که ازش حرف میزنه بهیموته. اگه دفعه اولی که اومدم تو این خونه بهیموت رو تو کوچه جلوی در نمیدیدم، شاید منم هرگز وارد این خونه نمیشدم. رفتم توی خونه که ببینم سرهنگ کاری داره یا نه. اونم کاری نداشت. موقع بیرون رفتن ازش پرسیدم گربه همسایه داره ناله میکنه، همسایتون چرا در رو باز نمیکنه براش؟ گفت کدوم همسایه؟ اینجا کسی گربه نداره. وقتی که برگشتم تو حیاط دوباره سرک کشیدم، دیدم گربه همونجا نشسته و ناله میکنه. با خودم گفتم میپرم تو حیاط و گربه رو میزنم زیر بغلم و از حیاطشون میرم بیرون. آروم پریدم تو حیاط، دیدم گربه هم ناله کردن و قطع کرد و دوید سمت در حیاط. من خیلی آروم اومدم که در رو وا کنم دوتایی بیام بیرون از خونه. دیدم در قفله. از ترس اینکه هر لحظه امکان داره کسی منو توی حیاط خونه ببینه یا آدمای توی خونه سر برسن و به جرم دزدی منو تحویل کمیته بدن، داشتم از ترس میمردم. یه ذره فکر کردم و دیدم هیچ راهی وجود نداره و باید دوباره از روی دیوار برگردم تو خونه سرهنگ. موقعی که میخواستم دوباره بپرم روی زمین یه پاکت نامه دیدم. انگار کسی این نامه رو از بیرون خونه پرت کرده توی حیاط.
با نوک پا ضربه زدم بهش. انگار از توش صدای پرخورد می اومد. میدونم که کار بدی کردم. به کسی نگفتم ولی نامه رو برداشتم و آوردم. کردم این زیر لباسم. اون لحظه فکر میکردم حتما باید چیز با ارزشی توش باشه. موقعی که شنیدم گفت پریدم تو حیات و نامه رو برداشتم، شستم خبردار شد که چطوری قصه این بچه وصل شده به این خونه. ولی این توضیح کافی نبود. تکلیف این نوارا و ضبط و عکس روی دیوار چی میشه؟ به قاب عکسش نگاه کردم و توی دلم گفتم حماقت کردی بچه جون. تو اصلا چی کار داری با حیات خونه همسایه؟ ادامه نوار رو پلی کردم و مدام منتظر این بودم که ببینم چه اتفاقی واسه این بچه افتاده که اولش گفت میترسم به کسی بگم و نمیتونم باور کنم. فرداش رفتم مدرسه و زنگ ورزش با یکی از بچه‌ها دعوام شد. یکی بهم گفت حق نداری با ما فوتبال بازی کنیم. ما کسیه که باباش علیکی خودشو زده به گم شدن فوتبال راه نمیدیم. فکر کردیم ما نمیدونیم بابای ترسوی تو رفته یه جای قائم شده نفرستنش جبهه. خیلی عصبانی شدم. خواستم با مش بزنم تو صورتش. ولی نفهمیدم که چرا همه ریختن سرم و کتکم زدن. یکیشون میگفت حقته. تو دیگه واسه معلم خودشیرینی نکنی. بعد از چند دقیقه که کتک خوردم حسام اومد جلو و شروع کرد همه رو هل دادن و من رو از رو زمین بلند کرد. داد زد سرشون که چند به چند نامردا. چون حسام از همه بزرگتره کسی جرأت نداشت بیاد جلو. آخر مدرسه هم با هم برگشتیم سمت خونه. توی مدرسه جدید حسام اولین نفریه که باهاش دوست شدم. برام از خانوادش کلی تعریف کرد. دلش نمیخواد زود بره خونه. چون باباش رفته زن دوم گرفته و وردش طبقه بالای خونه شد. مامانش هم همیشه با این زنه داره دعوا میکنه. اون روز که به حسام قضیه خونه سرهنگ و گربه و پاکتنامه رو گفتم ازم پرسید چرا بازش نکردی ببینی چقدر پول توشه. گفتم که میترسم. گفتش که ترس نداره بابا، بازش کن پولا رو بعد و بعدم نامه رو پرت کن توی خونه، هیچ کس هم هیچی نمیفهمه. حسام با هم تو نزدیکای خونه سرهنگ اومدش. منم دوباره اومدم خونه سرهنگ و خریدش رو توی راه انجام دادم و همون دستشویی رو شستم و کل خونه رو جارو کردم. دم غروب کارم تمام شد و اومدم بیرون خونه. نامه رو از تو کیفم برداشتم باز کنم ببینم چی توشه. توی قسمت فرستنده نوشته شده بود شهر فسای شیراز، استان فارس، گیرنده، پلاک 58، کوچه بنبست، خیابان ایتالیا. زیرش هم یکی با جوهر قرمز نوشته بود لطفاً باز نشود. کنجکاو شدم دیگه، چرا روی پاکت نوشته لطفاً باز نشود؟ حتما چیز با ارزشی تویش باید باشه. تکونش دادم، صدای سکه می اومد. درشو باز کردم دیدم یه دست کلید توشه. روی دست کلیدی کاغذ چسبونده بودن که نوشته بود پلاک 58. ولی توی پاکتنامه هیچ پولی نبودش. به غیر از اون دست کلید چند تا کاغذ بود که از وسط تا شده بود و از گوشه به هم منگنه شده بودن. یه تیکه کاغذ جدا هم بودش. روی یکی از کاغذها با رنگ قرمز نوشته شده بود ای کاش وقتی دستم رسیده بود به این کلید روی زمین چار میکردمش یا مینداختمش توی دریا. اگه کسی این نوشته رو میبینه بهتره به فکر زندگیش بشه. ای وای من، حالا فهمیدم چی شده. به خاطر اون یادداشت کنجکاو شده و با کلیدی که داشته در خونه رو واز کرده و اومده تو. با چیزایی که فهمیده بودم کاغذ یادداشتم رو دوباره چک کردم. حالا دیگه ارتباط بین این خونه و پسر بچه ها رو فهمیدم. ولی برام سواله که خود این بچه از قابلیت این خونه خبردار شده یا نه؟ میدونسته که این خونه با آدما چیکار میکنه؟ تای دلم یه حسی میگفت حتما باید فهمیده باشه، مخصوصا که یاد جمله‌ای که اردوان توی نامه نوشت افتادم که گفته بود اگه برای بار دوم گربه رو دیدی یا عکست اومد روی دیوار بدون که خونه تو رو قبول کرده. خب عکسشون که رو دیواره، دقیقاً روی همین مبلی نشسته بودن که من الان نشستم. لعنت بهت هانیه، الان باید میبودی و با همین معما رو حل می‌کردی. خواستم بهش زنگ بزنم و یادم افتاد که تو این خونه اصلا آنتن نداره. اون شب خیلی دوست داشتم بفهمم که یعنی امکان داره این بچه توی همین خونه نشسته و صدا ضبط کرده؟ حتی به این فکر کردم که نکنه اردوان همون دوستشه که بهش میگه حامد. نه، فایده نداره. انگار افتادم توی میز و هی دارم دور خودم میچرخم و گیجتر میشم. پا شدم و یه چرخی زدم. اومدم طبقه بالا، رفتم زیر تخت و دوباره یه نگاهی بندازم، همون جایی که نوارا و اون جعبه مقوایی رو پیدا کرده بودم. چند تا ملافه مچاله شده بود.
وقتی ملافه ها رو زدم کنار، یه کیف مدرسه پیدا کردم. شک نداشتم که کیف خودش بود. اونجا فهمیدم که اسم این پسر بچه آرشه. هر چقدر اونجا زمان میگذروندم و تو اون خونه میموندم، انگار بیشتر تو این باتلاق فرو میرفتم. نمیدونم تا حالا باتلاقی از نزدیک دیدی یا نه. اینطوریه که اگه اولش بفهمی میتونی خودتو با یکم تلاش بکشی بیرون، ولی وقتی از یه جایی بگذره، هر چقدرم که بیشتر تلاش کنی سریعتر میری پایین. اون شب بعد از پیدا کردن کیف مدرسه این پسر بچه، به این فکر کردم که اگه بیشتر بگردم شاید یه چیزای دیگه هم پیدا کنم که سرنوشت این بچه رو معلوم کنه. سعی کردم بین انبوه اون همه روزنامه‌های قدیمی تاریخ مربوط به سال 65 رو جدا کنم. فکر میکنی بعد از یکم ورق زدن چی پیدا کردم؟ فقط بدون که باز همون حس مسخره اومد سراغم. دیدی بی دلیل یهو یه وقتایی پشتت میلرزه و مو به تنت سیخ میشه؟ تو بخش حوادث یکی از این روزنامه‌ها عکس آرش و دوستش رو زده بودن. زیر عکسشون نوشته بود گم شده. لعنتی، یعنی چه بلایی سر این بچه ها اومده؟ توی توضیحات زیر عکس نوشته شده بود آرش مرادی و حسام باقری، دو نوجوان 13 و 15 ساله، از صبح دیروز بعد از خروج از منزل به نیت مدرسه ناپدید شدند. مسئولین مدرسه، معلمین و دوستانشان هیچ خبری از آنها ندارند. چنانچه اشخاصی این دو کودک را دیدند، لطفاً به شهربانی، کمیته و یا با شماره زیر تماس بگیرند. کاغذ یادداشتامو آوردم جلو و تاریخ روزنامه رو یادداشت کردم. 15 آبان. تو متن خبر نوشته بود که این بچه‌ها دیروز گم شدن، یعنی 14. اول نوار آرش میگه امروز 13 آبانه. یعنی این نوار رو یه روز قبل ناپدید شدنش ضبط کرده. دیگه وقت این بود که آخرین نوار رو پلی کنم، ولی خیلی خوابم میومد. دیشبشم خوب نخوابیده بودم. با خودم فکر کردم که همینجا یه چرتی بزنم، ولی 10 ثانیه نگذشته بود که به خودم گفتم یعنی جرعتشو داری تو این خونه بخوابی؟ نه واقعا، اون موقع هنوز جرعت نمی کردم. ضبط و نوار و روزنامه ها و کاغذ یادداشت و وسایلم رو جمع و جور کردم که از خونه بیام بیرون. اومدم تو حیاط و در خونه رو قفل کردم. یاد حرف دوست آرش افتادم که بهش گفته بود نامه رو باز کن، اگه چیز به درد بخوری توش بود بردار و پاکتشو با کاغذا پرت کن تو حیات همسایه. بعد به این فکر کردم یعنی امکان داره اگه حیاتو بگردم نامه رو پیدا کنم؟ 1 ثانیه از این فکر نگذشته بود که دیدم احتیاجی به گشتن نیست. جلو پامو نگاه کردم و دیدم گوشه بالایی یه پاکت نامه از زیر خاک باغچه زده بیرون. پایان قسمت 6. این قسمت رو من، امین متین، با کمک هادی تامه نوشتیم و ضبط کردیم. شما میتونید ساعت 0 رو در همه اپلیکیشن های پادگیر پیدا کنید. فقط کافیه عبارت ساعت 0 رو به فارسی سرچ بزنید. اگر دوست داشته باشید که از ساعت 0 حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق وبسایت هامی باش این کار رو انجام بدید. حالا با هر مبلغی که خودتون دوست دارید، از 1000 تومان تا 100,000 تومان. ممنون که مثل همیشه ما رو به دوستانتون و هر کسی که به این ژانر از داستان علاقه‌منده معرفی میکنید. منتظر قسمت بعدی ما باشید.